رئیس دولت گران شدن ارز را عددسازی می‌خواند و می‌گوید هدف عددسازان نگران کردن مردم و فعالان اقتصادی است. اما عددسازان چه کسانی هستند و چه قدرتی در تعیین معادلات بازار ارز دارند؟ سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم، همراه شما در این برنامه از دیدگاه. ایران این روزها پرتنش‌ترین دوران درگیری با اسرائیل را اثر می‌گذراند و یک تصمیم اشتباه از سوی حکومت ممکن است آن را به ورطه جنگ بکشاند. در این شرایط ویژه آنچه نقشی کلیدی در تعیین تحولات خواهد داشت، توان اقتصادی کشور در تاب‌آوری شرایط جنگی است. در دیدگاه برای بررسی دلایل تاثیرپذیری قیمت ارز در ایران و مقایسه تاب‌آوری اقتصاد جمهوری اسلامی و اسرائیل در شرایط جنگی با حسن منصور اقتصاددان از انگلستان همراه می‌شویم. آقای منصور، پیش از اینکه آثار منازعات جنگی و منطقه‌ای رو در اقتصاد ایران بهش بپردازیم، میخوام تحلیل شما رو از وضعیت اقتصادی کشور و مسائل عمده اون در 3 هفته‌ای که از شروع سال جدید میگذره بدونم. میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست، امسال اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟ ببینید، در امسال اتفاق مهمی جز این ناامنی در منطقه صورت نگرفته. در نتیجه اقتصاد ایران ادامه روندی است که داشته می‌کرد و این روند مثبتی نبود. روندی با کلی مسائل، با کلی ناهماهنگی، با مجموعی از ناکارآمدی‌ها. در نتیجه وضعیت مثلا به طور مشخص صحبت کنیم، قیمت ها رو به افزایشه، تورم به طور رسمی در حدود 40% گزارش میشه، در عمل بالاتر از اونه، رکود اقتصادی بالاست به خاطر اینکه بیکاری بالاست، سرمایه گذاری انجام نمیگیره. طی 10 سال گذشته تشکیل سرمایه در ایران منفی بوده، یعنی این شطور از کوهان خودش میخورده، خودشو مصرف میکرده. به این ترتیب زمینه های اقتصادی یعنی منابع، آب، هوا، خاک، اینا در حال فرسایش بودند و هستند. ناوگان هایی که در ایران فرسوده هستند، یعنی ناوگان حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و بعد سرمایه هایی که در کارخانه کار میکنند، تکنولوژی، ماشینالات، به علت اینکه اینها توان خرید تکنولوژی جدید رو ندارند، فرسوده تر و فرسوده تر شدند. به این ترتیب اقتصاد در یک روند نزولی در شرکت میکرد و متاسفانه پیش بینی جز این نمیشود کرد که آینده قابل پیش بینی نزدیک امسال تا 2 سال آینده این روند باشه، اقتصاد نزولی تر خواهد بود، عملا رشد گزارش می شود 1.2% در عمل پایین تر از اینه. این رشد ها برای اقتصاد ایران چاره ساز نیست. اقتصاد ایران همانطور که در برنامه به طور همینطوری تعیین کردند 8% رشد، اگر ایران بتونه به مدت 10 سال 8% رشد رو تجربه کنه، تازه میرسه به 10 سال ما قبل خودش. به این ترتیب جریان اقتصاد ایران جریان مثبتی نیست. تحولات منطقه‌ای و جدی‌تر شدن تخاصم بین ایران و اسرائیل در بازار ارز ایران چه تأثیری گذاشت آقای منصور؟ این تأثیر آیا یک فرایند طبیعی و ناگزیر یا کنترل پذیر و قابل مدیریت؟ ملاحظه بفرمایید، اول اصل قضیه رو ببینیم، وقت می‌بینیم واقعا چقدر قابل کنترل است. مسئله ارز مقوله ریال و پول‌های خارجی است. چون پول‌های خارجی و دلار به عنوان سمبل پول‌های بزرگ خارجی از یک تورم 3% حد اکثر رنجورند، در برابر پولی که 40-50% تورم داره، قطعا این پولی که تورم بیشتر داره در حال فرسایش و ضعیفتر شدن، در نتیجه نرخ ارز به زیان این پول ضعیفتر عوض میشه. از سوی دیگر چون ایران از نظر تجارت خارجی محدودیت بسیار داره و متاسفانه با وجود اینکه تقریبا بخش بزرگی 1% از جمعیت جهانی رو داره، تجارتش زیر 1% جهانی است، یعنی سهم تجاری ایران بسیار پایین بوده، به علت تحریم هایی که خودش به خودش تحمیل کرده، به علت سیاست خارجی ماجراجویانه و غلط و ضد ملی، درآمدهای ارزی کاهش پیدا کرده و برای اینکه اینو بتونه جبران بکنه، اینو سپرده به دست همونهایی که از ناامنی و دور زدن تحریم ها دارن سود میبرن. در نتیجه اونا که سود خودشون رو در ناامنی کشور میبینن تا بتونن این دور زدن رو در اختیار خودشون داشته باشن،
اینها درآمدهای نفتی رو چمدون چمدون میخوان وارد کنن به ایران. معلوم نیست چه مقدار از این وارد خزانه میشه، چه مقدار از این بالا کشیده میشه. به این ترتیب دولت از نظر ارزی در عسرت، دستش بسته است و به این ترتیب فشاری که میاره روی بالا بردن نرخ ارز برای که بتونه دلارهای موجود رو به قیمت گرانتر بفروشه تا کسری بوجه خودش تامین کنه. آقای منصور، سوال عامه مردم شاید این باشه که چرا اقتصاد ایران از دلار تاثیر میگیره؟ چرا تامین دلار در رهن سیاست خارجی جمهوری اسلامی و چرا به رغم همه اینها صاحب منصبان کشور ادعای حذف دلار از اقتصاد رو مطرح میکنن؟ ببینید در اینجا هم یه بدفهمی وجود داره. دلار چیه؟ دلار یا پوند یا ین یا یورو، اینا همه به هم مربوطن، مثل ظروف و مرتبط. دلار نوسانش در برابر این پولها بستگی به حجم تجارت متقابل اینها و قدرت خرید این پولها با هم دیگه داره. در نتیجه دلار به هیچ وجه از اون پولهای دیگه متمایز نیست. تمایز دلار از این است که دلار عملا پول جهانی است. در حدود 65% تجارت جهانی با دلار انجام گرفته طی سالیان گذشته. موجودی بانک های مرکزی به عنوان پشتوانه قدرت پول خودشون طلا و عمدتاً دلاره، یعنی بخش بزرگی از این موجودی ها به حدود 60% مجموع این ها به صورت دلاره. بزرگترین پول بعد از اون ین هست که حداکثر 18% ذخایر جهانی رو تشکیل میده و یوان به عنوان پول چین دومین اقتصاد جهان عملا بشه 4% سهم جهانی رو نداره. به این ترتیب این که جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه دلیل منطقی برخلاف مصالح ملی دلار رو دشمن خودش اعلام کرده، این هیچ موضوعیتی نداره و فرق نمی کنه جمهوری اسلامی با هر پولی تجارت کنه، این ورشکستگی بالا سر جمهوری اسلامی چرخ میزنه. به جای دلار با یوان بپردازه، به جای دلار با یورو بپردازه، توفیر در قضیه انجام نمیده. به این ترتیب این کارزاری که جمهوری اسلامی به کار انداخته در هماهنگی با روسیه و چینه که اونها آمبیسیون ها بلند پروازی های نوع دیگری دارن و خودشون میدانند که هنوز قابلیت رقابت با دلار رو ندارن. رئیس دولت نرخ ارز رو عددسازی توصیف میکنه و اون رو یک بازی برای نگران کردن مردم و فعالان اقتصادی میدونه. واقعیت چیه آقای منصور؟ چه کسانی و گروه هایی قدرت عددسازی در اقتصاد رو دارن؟ ببینید سخنان آقای رئیسی سخنان بسیار آشفته و بی‌معنایی است. رقم سازی کار این دیگران نیست. رقم سازی رو بانک مرکزی میکنه، رقم سازی رو دولت میکنه، رقم سازی رو مراکز آماری ایران که زیر نظر دولت هستن داره میکنه. به این ترتیب بازار رقم سازی نمیکنه، بازار کسانی میفروشن کسانی میخرن. منتها در اینجا مشکلی وجود داره، اونایی که میفروشند در بازار آزاد به صورت فروشندگان آزاد نیستن، اینا مافیاهایی هستند از طرف شرکت های به اصطلاح خصوصی دولتی خصوصی، نظیر شرکت پولاد، نظیر شرکت های پتروشیمی و نظایر اینها. اینا چون با همدیگه مربوطند، کوشششون این است که بازار رو کنترل کنن. اون ارقامی که ده ها میلیارد دلاری که سالانه از رهگذر صادرات به دست میگیرن به گرانترین وجه بفروشن. در اینجا منافع مشترکی داره با دولت، برای که دولت هم وقتی قیمت دلار در بازار بالا میره، دلارهای خودش رو که در حدود 50 میلیارد دلار سالانه هست، اینا رو هم گرانتر میفروشه. به جای اینکه مثلا بفروشه به 4200 تومان یا 28000 تومان یا 32000 تومان، امروز میفروشه به عرض کنم بالای 50000 تومان به قیمتای نیمایی که نیما رو رسوندن به 34000 تومان. به این ترتیب در اینجا قیمت گذاری از سوی دولت، بانک مرکزی به این خصولتی انجام میگیره و هیچ وجه نمیشود عناصر دیگر رو که در واقع ارزی برای فروش ندارن که قابل توجه باشه اونا رو مقصر دونست. و در آخر آقای منصور، اگر ایران با این بنیه اقتصادی وارد جنگ مستقیم بشه چه وضعیتی به مردم تحمیل میشه؟ اقتصاد اسرائیل در مقابل چه وضعیتی داره؟ آیا تاب شرایط جنگی رو خواهد داشت؟ ببینید
اقتصاد اسرائیل یک کشور کوچیکیه با 8.5 میلیون جمعیت، ایران 85 میلیون جمعیت داره. تراکم جمعیت در اونجا تقریبا 9-1، یعنی در یک زمین معین در اسرائیل 9 نفر زندگی میکنن، در ایران 1 نفر زندگی میکنن. اما تولید ناخالص اسرائیل با اون کوچکیش تقریبا برابر است با تولید ناخالص ملی. رقمای رسمی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه 765 میلیارد دلار اعلام میکنه، در حالی که با این نرخ دلارهای مصنوعی که اعلام میکنه عملا تولید ناخالصش به اندازه تولید ناخالص اسرائیله. منتها سرانه تولید ناخالص در اسرائیل به اندازه 8-9 برابر ایرانه، یعنی اسرائیلیا خیلی ثروتمندتر از ایرانی متوسط هستن. تجارت جهانیشان تقریبا به تجارت جهانی ایران تنه میزنه، برابره. به این ترتیب جمهوری اسلامی در وضعیت به طور نسبی بسیار ضعیف‌تری قرار داره. میتونه، ببینید، میتونه ایجاد دردسرهای اینجا اونجا بکنه. ولی اولا این در تخصص من نیست، در حوزه نظامی متخصصان معتقدن که ایران توان برخورد نظامی با اسرائیل نداره. من وارد اون قضیه نمیشم. من این رو عرض میکنم که اقتصاد اسرائیل یک اقتصاد علمی و فنی است. یعنی در همین قرن گذشته از حدود 22% جوایز نوبل رو یهودی زادگان یا اسرائیلی ها بردن، در حالی که ایران تا کنون حتی یک جایزه نوبل نبرده، منهای دو جایزه نوبل صلح، در حالی که اونا جوایز رو در علوم و علوم اقتصادی بردن. ممنون از همراهی شما. حسن منصور، اقتصاددان از انگلستان. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.